سلام و با امید تندرستی و سلامتی شما عزیزان در درس امروز می پردازیم به مسئله سفسته و استدلال سفسته چی است؟ سفسته خودش نوی از استدلال است که در او از مغالطه استفاده صورت می گیره. و استفاده از مغالطه معمولا وقتی صورت می گیره که گوینده میخوایه از این روش استفاده کرده و چیزی را که خودش می سر ما بقبولانه و ما را مجبور بسازه به ای که به گپش باور بکنیم و به او اقدمان شویم. به این توجه بکنین ببینین که دو مقدمه می و بعد از او چی نتیجه از مقدمه گرفته میشه مقدمه اول مردم امروز بیشتر از مردم 100 سال پیش عمر می کنن. مقدمه دوم مردم امروز بیشتر از مردم 100 سال پیش تلویزیون می بینن. و نتیجه که از این صغرا کبرا یا ای دو مقدمه گرفته میشه گوینده چی رقم نتیجه میگره؟ گوینده میگه پس دیدن تلویزیون عمر انسان دراز میکنه خب در این مثال در حالی که میبینیم که صغرا و کبرا یا مقدمه ها درست هستند اما هیچ دلیل وجود نداره که ما از این صغرا و کبرا و ای دو مقدمه به این نتیجه برسیم که دیدن تلویزیون عمر زیاد میکنه به خاطر چی؟ به خاطر که دلایل بسیار زیادی وجود داره بر از که چرا عمر انسان بیشتر از مردم ست سال پیش نگی میکنن عمرشان امروز دراز است و ما نمیتونیم از این مقدمه که دیجه آورده شده استخراج کنیم این مسئله را که دیدن تلویزیون عمر بیشتر می سازه. بین کانال کنال به مثال دوم توجه کنیم در مثال دوم کسی میگه که دیدگاه شریف اشتباس یا شریف اشتباه میکنه به خاطر زی که او یک احمق است و گفته دیگه شریفه میگه که فلان گپ درست است پس او گپ درست است چون شریفه میگه ببینین در استدلالی که در اول صورت میگیره ای که دیدگاه شریف اشتباه یا شریف اشتباه میکنه به خاطر ازی که شریف احمق است او دی گفته بیشتر به شخصیت شریف حمله صورت میگیره یا شریف توهین میشه نسبت به که استدلال شو سر گپش این صورت ما نمیفهمیم که آیا دیدگاه شریف اشتباه دی یا ای که شریف احمق است یا نیست نظر به نفر گفته و تنها چیزی را که ما میبینیم است که گوینده به که کوشش کنه که نادرستی گپ شریفه توضیح بته دلایل خود بگویه که چرا فکر میکنه گپ شریف اشتباس مستقیما بر از میکنه و میگه که شریف احمق است بنان چیزی هم میگه اشتباس ده استدلال دوم که وقتی که میگه شریفه میگه که فلان گپ درست است پس چون شریفه میگه که او گپ درست است او گپ درست است اینجا ما نمیفهمیم که حق با شریفه است یا نه به خاطر ازی که گوینده هیچ دلیلی را ارائه نکرده که ثابت بکنه که گپ شریفه درست است فقط میخوای برای زی ما را بسازه که چون شریفه گفته که گپ درست است پس درست است در هر دو مورد ما و شما دیدیم که به که استدلال صورت بگیره ده یک شخصیت یک نفر تهین شده بدون ازی که گپش مورد سی و استدلال قرار بگیره و در دو مام خواسته سر ما به خاطر ازی که بگویه که چون فلان آدم گفته گپ پس گپش درست است فقط سر شده اما هیچ گونه ده قسمت وارد که توجه بکنیم استدلال میشه که هیچ کس ثابت نکرده که موجودات فضایی وجود ندارن هیچ کس ثابت نکرده که موجودات فضایی وجود ندارن باز نتیجه میگیره که پس موجودات فضایی وجود دارن ده این مورد مقدمه قضیه درست است درست است که هیچ کس ثابت نکرده که موجودات فضایی وجود ندارن اما آیا ای دلیل لازمه که موجودات فضایی وجود دارن تابع نمیشه مثال دیگه که متضاد از گفته بود که هیچ ثابت نکرده که موجودات فضایی وجود ندارن حالا اتور استدلال اگه شود. ثابت نکرده که موجودات فضایی وجود دارند. بازم نتیجه از این میگیره که چی میگه پس موجودات فضایی وجود ندارن این مسئله است با وجود که مقدمه اول درست است اما نمیتونیم تنها با اون مقدمه به تو یک نتیجه برسیم بدون که استدلال صورت بگیره سر عزی. در دو مثال صغرا و کبرای قضیه درست هستن یعنی مقدمات درست هستند اما چطور میتونیم بگیم که کدامش صحیح کدامش اشتباه است ما نمیتونیم که بدون شواهد و اسناد گپ بگویم بگوییم باید استدلال شو و نظر به استدلال نتیجه گیریه که میشه مورد مک و آزمایش قرار بگیره که آیا درست هستند یا نیستن وقتی که ما فکر میکنیم که آیا استدلالی که میشه صفت صد هست یا یعنی باید به شواهد و اسنادی که بر اثبات زور میشه توجه بکنیم و این بسیار اهمیت دارم خوب باید دقت شوه که آیا صغرا و کبرا به اساس یک منطق عقلانه بیان شدن و آیا نتیجه گیری که در صغرا و کبرا بیان شده نتیجه گیری از او پیروی میکنه یا نمیکنه آیا نتیجه گیری های بدیل وجود داره که بتانه به صورت بالقوه معتبر باشه و ایواز او نتیجه گیری که گوینده ای کده ای پرسش ها با ما و شما کمک میکنه که درباره استدلال شناسایی که کدام قضیه سفست است و کدام قضیه سفست نیست با صورت انتقادی اندیشه کنیم و در او مورد فكر بكوني